درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان عزیز، با برنامه دیگر از افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته طبق روال هفته های گذشته به بررسی مهمترین مسائل مهم جنبش کارگری میپردازیم که از جمله جنبش سراسری پرستاران که در هفته های اخیر بولد شده است. مهمان این هفته برنامه ما رفیق جمشید مهر خواهند بود که به بررسی این مسائل با حضور ایشون میپردازیم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید و برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. رفیق جمشید، به این برنامه خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان شما هر جای جهان که هستن. سپاسگزارم که از من دعوت کردید تا در این باره با هم گفتگو کنیم. تشکر. با سپاس از حضورتون رفیق جمشید. برنامه رو از این بحث آغاز کنیم. رفیق جمشید، اعتراضات سراسری پرستاران وارد چهارمین هفته خود شده. شما برای بینندگان و شنوندگان ما یک تصویر عمومی از این حرکت سراسری ارائه بدید و بگید این حرکت از کجا شروع شده، چگونه گسترش یافت و اکنون در چه مقطعی قرار داره؟ خب، برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، به طور طبیعی اول باید زمینه هایی که این رخداد رو به وجود آورده بهش حداقل خیلی سریع نگاه بکنیم، و اون این که به طور کلی جمهوری اسلامی به طور عام در واقع با بحران روبروه و به طور عام باز حوزه بهداشت و درمان و سلامت با بحران روبروه و به طور خاص هم در واقع موضوع پرستاران و در واقع خواستا و مطالبات پرستاران در سطح کشور. خب از اونجایی که در واقع نظام سلامت در ایران حداقل از سالهای 1368 که در واقع سیاست تعدیل ساختاری شروع شد، در واقع تبدیل شد به یک، یعنی در واقع نگاهی که بر اون غالب بود یک نگاه سودمحور، بنگاه محور، و در واقع به دنبالش گسترش و افزایش هرچه بیشتر خصوصی سازی درمان و بهداشت و سلامت رو به همراه داشت. و خب به عبارت دیگه بهداشت و درمان و سلامت در ایران کالایی سازی شد و در واقع برای اینکه مردم از خدماتی که ضرورت داشت به اونها در واقع ارائه بشه، باید در واقع در مقابلش هزینه هنگفتی رو میپرداختن. حاکمیت به طور کلی در واقع از وظایف حاکمیتی خودش که تأمین بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان، مسکن مناسب، زمینه‌های حمل و نقل و حمل و نقل مناسب رو تو این حوزه به وجود بیاره، خب از همه اینا شانه خالی کرد. و به طور مشخص میتونیم بگیم که در سالهای گذشته علیرغم اینکه گهگاه سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی جی دی پی در واقع بالا و پایین میشد، به طور کلی روندش در واقع خب به نزول گرایش داشت، در حالی که همین حالا در واقع سال گذشته سهم سلامت در تولید ناخالص ملی کمتر از 4% همین حالا در واقع بهش اشاره میشه. خب اینا در واقع زمینه های بحران بود، به طور مشخص در حوزه بهداشت و درمان در مورد پرستارا عواقب خیلی وخیمی رو به جای گذاشت، به این معنا که خب مناسبات کار بین به اصطلاح نظام بهداشت و پرستارا تغییر کرد، قراردادها به طور کلی در واقع به سمت عدم قراردادهای رسمی و استخدام رسمی رفت، بی‌ثباتی مشاغل، عدم امنیت، قراردادهای 17 نوع قرارداد کاری منعقد شده یا منعقد میشه بین پرستارا و نظام پزشکی، که از جمله مثلا قراردادهای 89 روزه، چند ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، شرکتی، طرحی،
رو به دنبال داشت و در واقع خب اینجا تعرضات حکومت به پرستارهای کشور، اگر که در واقع پرستارها رو هم در شمول نیروی انسانی نیروی کار بدونیم، دستمزد اونها کاهش پیدا کرد به طوری که واقعا مثلا چند برابر زیر خط فقر، به خصوص مثلا در مورد پرستارهای طرحی این میزان کاهش پیدا کرد، و یا اینکه به دلیل کمبود کادر پرستاری که همین حالا مثلا گفته میشه 200 تا 240 هزار پرستار توی کشور وجود داره و این نسبت به استانداردهای حداقلی که به ازای هر 1000 نفر جمعیت حداقل 4 نفر یا 8 نفر یا به ازای هر تخت حداقل 2.5 نفر باید باشه، خب تو ایران در واقع این سقوط کرده و ناچارن پرستارا رو اجباراً به اضافه کاری های طولانی مدت تو این حد که به خصوص با توجه به اینکه تو حوزه پرستاری نزدیک به یا حداقل بین 60 تا 80 درصد پرستارها خانوم هستن، زن هستن، اضافه کاری های مینیمم 80 ساعت در واقع در ماه به اونا تحمیل میشد و مجموعه در واقع این شرایط زمینه ای رو به وجود آورد که یا پرستارا دست به اعتراض بزنن، دست به تحصن بزنن، ترک کار بکنن، شغلشون رو تغییر بدن، یا از حوزه دولتی به حوزه خصوصی برن، یا مهاجرت بکنن. در همین به اصطلاح سال گذشته، یعنی در سال 1402 گفته شده که در واقع تعداد اونایی که از سازمان نظام پزشکی در واقع میخواستن یعنی تایید بکنه برگه های اونو به اصطلاح اون گود استندینگ رو در واقع بگیرن که مهاجرت بکنن، خب این دو برابر شده. اعتراضات پرستارا رو اگر بخوایم به طور مشخص تر دنبال بکنیم، خب طبیعی در دهه 90 در واقع ما شاهد این اعتراضات بودیم. مثلا در بهار سال قبل، سال 1402، 20 پرستار در بیمارستان تجریش استعفای جمعی دادن. سال قبل 60 پرستار در کرمان استعفای رسمی دادن، دست جمعی دادن. و خب الان در واقع این اعتراضات فاز دیگه ای رو بیان میکنه، به این معنی که قبلا این اعتراضات و اعتصابات و تحصن ها در محیط کار، در خود محل کار صورت میگرفت، ترک کار نمیکردن، خدمات رو ارائه میدادن، ولی در فاز جدید میبینیم که پرستارات کاملا دست از کار میکشن، بخش های مختلف پرستاری، حتی مثلا فرض بکنیم که اورژانس، اینا دست از کار میکشن و در بیرون از بیمارستان یا در خارج از ساعت کاری، عذر میخوام، در ساعت کاری در واقع دست به اعتصاب میزنن و مردم هم همراهی میکنن و بهش میپیوندن. این رو باید اضافه بکنیم به اضافه کاری های اجباری که اونا رو مجبور میکنن، و حتی تو این فاصله در چند شهر پرستارا خودکشی کردن، از جمله در کرمانشاه، در استان مازندران و شیراز در واقع ما شاهد این بودیم که پرستارا یا بهیارا به دلیل سختی کار و شدت کار و فرسوده شدن اونها دست به یه همچه اقدامی زدن. این زمینه ای بود یا در واقع شروعی بود از این اعتراضات جدید پرستارا. با سپاس از توضیحاتتون رفیق جمشید. خب مهمترین درخواستای پرستاران کدوما هستش؟ آیا پرستاران اعتصابی در نقاط مختلف کشور مطالبات مشترک خود را تنظیم کردن به طوری که به صورت یک پرچم عمومی جنبش سراسری پرستاران مبدل بشه؟ ببینید، اگر که من بخوام به اصطلاح خواستهای پرستارا رو یک لیست مختصری در واقع ازش بدم، خب نکات زیادی توی این به اصطلاح این خواستها وجود داره و شاید اگر که عذر میخوام اجازه بدید که یه مقدار بتونم به اصطلاح فهرستوار بهش اشاره بکنم، اینه که خب چند تا موضوع خواسته اصلی در واقع پرستاراست و برخی خواسته ها در واقع شاید مثلا به لحاظ اولویت کمتری داشته باشه. نکاتی که میشه در واقع برشمرد اینه که
گروه‌های از پرستارها حتی خواستهای خودشون رو کاملا دقیق تعیین کردن، اعلام کردن. عرضم به حضور شما حتی بخش‌هایی از حکومت هم در واقع این خواستها رو لیست کرده و ارائه شده. ولی اگر که بخوایم در واقع روشن‌تر صحبت بکنیم، اینه که شاید دو تا گرایش وجود داشته باشه در مورد بیان این خواستها. یک عده در واقع تلاش میکنن بگن که خب کافیه که قانونی که تو این حوزه مصوب شده اجرا بشه. خب اگر که بخوایم اشاره بکنیم به اینا، اولیش در واقع قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاریه که خب از سال 1386 در واقع این خواست پرستارا وجود داشته، تلاش شده که در واقع این تعرفه گذاری خدمات پرستاری که حداقل بین 800 تا 900 مورد یا آیتم در واقع هست، این خدمات تعرفه گذاری بشه و در واقع بر اساس اون تعرفه ها این امتیازات یا حقوق پرستارا پرداخت بشه. خب تا سال 1401 این اجرا نشد و در مقابلش مقاومت میشد، حاکمیت در مقابلش مقاومت میکرد. در سال 1401 اشتباه اگر گفتم تصحیح میکنم، در سال 1401 در واقع این تعرفه ها قانونش اجرا شد، ولی در واقع به صورتی مبهم، غیر شفاف، ضریب های خیلی به اصطلاح پایین، به طوری که خب خواست پرستارا رو برآورده نمیکرد. مورد دیگه ای که در واقع یکی دیگه از خواستها هستش، در واقع قانون ارتقاء بهره‌وری هستش و این هم در واقع یکی دیگه از خواستهاست. خواستهای مهمتری مثل تبدیل وضعیت یا مناسبات کاری، به خصوص در مورد پرستارای شرکتی، طرحی، قرارداد موقت، در واقع اونها خواستار این هستن که در واقع قرارداد کارشون به قرارداد دائم تبدیل بشه. خب این یکی از شیوه هاییه که یعنی بی‌ثبات کردن مناسبات کار و قراردادهای پیمانی یکی از ابزارهایی که در واقع حکومت در کل تلاش کرده که به وسیله اون هم شدت کار رو افزایش بده، هم در واقع حقوق پرستارا رو منجمد بکنه، کاهش بده، و طوری که خب یه پرستار طرحی وقتی بخواد اعتراض بکنه به این، یا یه پرستار شرکتی بخواد اعتراض بکنه به این کمبود حقوق، کمبود دستمزد، بلافاصله در واقع در مورد در مزان در واقع اخراج یا تبعید یا تهدید یا تعلیق قرار میگیره. خواسته دیگه ای که باید بهش اشاره بکنیم در واقع خب همینجوری گفتم افزایش به طور کلی حتی برای پرستارای رسمی، افزایش حقوق و دستمزد هستش. پرستارا در واقع تو حوزه کارشون، تو حوزه کارهای سخت و تو کارهای سخت هستش، در واقع خب خواهان اون هستن که ضرایب در واقع اجرای سختی کار در مورد اونها اعمال بشه یا افزایش پیدا بکنه، به خصوص اینکه خب پرستارا تو به اصطلاح در معرض خطرهای زیادی هستن و میخوان که در واقع بتونن با توجه به سختی کارشون در با سابقه 25 سال کار یا به عنوان پیش از موعد در واقع بتونن بازنشسته بشن. خب حکومت با همه اینا مخالفت کرده. خواستهای دیگه‌ای که در واقع باید بهش اشاره بکنیم اینه که خب استخدام نیرو مهمترین مسئله است، یعنی کادر پرستاری با توجه به وضعیتی که حداقل استانداردها رو نداره، خب باید در واقع افزایش پیدا بکنه به حداقل های استاندارد که میگم مثلا برای هر 1000 نفر 4 نفر یا برای هر تخت 2.5 پرستار باشه برسه. این یکی دیگه از خواستهای اونهاست و به طور مشخص مثلا خواست اونها این هستش که مالیات اونها کمتر بشه. نکته دیگه ای که خب باید بهش اشاره بکنم اینه که به طور طبیعی پرستارا خب از با توجه به نوع شغلشون، ارتباطشون با تکنولوژی، روز بودن اونها، مدرن بودن تجهیزات و امکاناتی که از اون استفاده میکنن،
تراز معیشتی مناسبتری رو لازم دارن. وقتی که یک پرستار حقوقش انقدر پایینه که سه شیفت، اینو من نمیگم، در واقع اینو مقامات مسئول حکومت همین حالا این روزها در واقع راجبش صحبت میکنن، مجبور میشه سه شیفت اصلا توی بیمارستان بمونه برای اینکه مثلا حقوق و دستمزد یک شیفتش رو پرداخت میکنه برای اجاره بهای خودش. خب طبیعیه که اونا خواستار یک تراز معیشتی بالاتری هستن، امکانات رفاهی بیشتری. حکومت هیچ کدوم از اینا رو در واقع میگم شانه خالی کرده از این وظایف و مثلا با کالای سازی درمان، بهداشت، سلامت هر چه بیشتر در واقع بر شدت کار افزوده، بر انجماد دستمزد اونو افزوده و خب شدیدترین مثلا سطح از استثمار رو نسبت به پرستارا روا میداره. خب اینا در واقع همه اینها خواستهایی هستش که پرستارا حکم زندگیشون در واقع همین روزا. خب ما شاهد سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هستیم، زندگی یکی از اون خواستهای پرستاراست که خب باید بتونن با این سطح از کار و تلاش از زندگیشون برخوردار باشن. وقتی حقوق مناسب دریافت نمی کنن، وقتی اضافه کاری اجباری می کنن، وقتی کوچکترین اعتراض بکنن هیئت‌های تخلف، حراست، مقامات امنیتی، نهادهای خود مثلا رئیس مدیریت بیمارستان در واقع اونا رو در معرض تعلیق و تهدید و اخراج قرار میدن، خب جای زندگی در واقع باقی نمیذاره و خب اعتراضات اونها رو برمیانگیزه. خواستم که در واقع من تا یه حدودی بهش اشاره کردم، اینا خواستایی که کاملا طبیعیه و در واقع برای یک زندگی عادی باید متحقق بشه. خب رفیق جمشید، ما یکی از مسائلی که تو جنبش های کارگری باش در بخش های مختلف جنبش کارگری باش روبرو هستیم وجود تشکل هایی که وابسته به دولت هستند. تشکل های وابسته به دولت از جانب پرستاران کدام ها بوده اگه میشه معرفی کنید، اگه اطلاع دارید، و چه نقشی داشتن در گذشته برای طرح مطالبات پرستاری، و اکنون که حرکت سراسری پرستاران شروع شده چه نقشی دارن؟ من پیش از اون که در واقع پاسخ شما سوال شما رو بدم باید یه نکته دیگر رو اشاره بکنم. خواست تشکل و سازمانیابی مستقل از سوی پرستارا یکی از اون خواستهای در واقع اصلی هستش و این اون نکته‌ایه که ربطش میدم در واقع به همین پرسش شما. از به اصطلاح بعد و استقرار جمهوری اسلامی خب یه تلاش هایی شد که توی سطحی با یک مثلا ویژگی هایی تشکل های پرستاری در واقع به وجود بیاد. من فرصت نیست واقعا روندش رو بررسی بکنم، ولی به طور مختصر در واقع بهش اشاره میکنم که یکی از اون تشکل های حکومتی یا دولتی در واقع سازمان نظام پرستاریه و خب این سازمان نظام پرستاری از سال 1380 در واقع تشکیل شده، گاهن در واقع مطالبات و خواستهای پرستارا رو منعکس کرده. اگر که بخوایم یکم دقیق تر بهش بپردازیم، نوع ساختارش، عرضم به حضور شما که روابطش با پرستارها، نحوه انتخابات تو اون پرستارا، به صورت ترکیب اداریش و اینکه در واقع چه نهادهایی در این سازمان پرستاری شرکت میکنن و یا در انتخاب اعضا و نهاد این در انتخاب اعضای این نهاد نقش دارن واقعا فرصت زیادی میطلبه. ولی خب میخوام بگم که این سازمان نظام پرستاری یکی از اون سازمانهای حکومتی هستش که خب ضمن اینکه گاهن تلاش کرده خواستا و اعتراضات پرستاران رو بیان بکنه، از اونجایی که خب به هر حال
هم روابط و مناسبات در اون دموکراتیک نیست، هم در واقع یک نوعی تعلق خاطر به حکومت داره. اساسا در واقع نقش حکومت در تعیین اعضای هیئت مدیره اون کاملا روشن، نهادهایی که در اون شرکت میکنن به نوعی در واقع خب در محدوده اختیارات یا در واقع وظایفی که خب براش تعیین شده حرکت میکنه و خب یک مثلا مش و گرایش محافظه کارانه ای داره که گاهن خب گرایش به این جناح حکومت یا اون جناح حکومت پیدا کرده، ولی به هر حال یک تشکل در واقع حکومتیه. تشکل دیگه که باید ازش اسم ببرم در واقع خب تشکیلات خانه پرستار هستش یا انجمن پرستاری هستش در واقع، که خب ضمن اینکه این خانه پرستار در واقع یک تمایزهایی در واقع با سازمان نظام پرستاری داره، ولی در مجموع این هم خب در چارچوب به اصطلاح حکومت یا جناهای اون، به خصوص مثلا فرض بکنیم که گرایش به اصلاح طلبها و یا حتی مثلا این که به عنوان یک تشکل پایداری که بتونه یک مناسبات دموکراتیک، مثلا فرض بکنیم که نسبت زنان در با توجه به اینکه خب بخش اعظم پرستارای ایران خانوم هستن، مثلا بتونه این رعایت بکنه، نتونسته در واقع اون جایگاهی رو به عنوان یک تشکل مستقل پرستاری کسب بکنه. به عبارت دیگه در واقع این هم به نوعی در محدوده حکوم مثلا تشکل‌های حکومتی می‌گنجه. گاهن هم خب تلاش کرده که اعتراضات پرستارا رو و خواستهای اونا رو بیان بکنه، دبیر کلش روشنه مثلا بکنیم که به چه نکاتی اشاره میکنه، ولی اگر فرصت بشه بیشتر بهش میپردازم. ما یه چند تا تشکل دیگه هم داریم که در واقع در شبکه های مجازی هستن، میشه به اونا هم اشاره کرد و در واقع خب اینا تشکل هایی هستن که حالا بجز این تشکل های در شبکه های مجازی یا در پلتفرم های اینترنتی، اون دوتا تشکلی که ازش اسم بردم در واقع یا اون انجمن پرستاری در واقع به نوعی تشکل های حکومتی هستن. همین حالا خب شاهد این هستیم که جرقه هایی در واقع برای سازمانیابی مستقل بر پایه تشکل مستقل و سراسری در میان پرستاران دیده میشه یا وجود داره، و در واقع خب همین اعتراضات رو باید ببینیم که به نوعی با اعتراف در واقع افراد بسیاری بی سابقه ترین اعتراضات پرستاری در 100 سال اخیر بوده و خب بیان نوعی از تشکل و سازمانیابی. من دست ادامه در واقع بهش میپردازم. خب رفیق جمشید، خودتونم اشاره کردید ابتدای همین پاسخ به این پرسش که یکی از خواستای اصلی پرستاران همین تأسیس تشکل مستقل خودشونه. آیا با توجه به اینکه سالهاست این اعتراضات پرستاران در دوره‌های متفاوت وجود داشته و هم اکنون به یک جنبش سراسری تبدیل شده، به نظر شما در جنبش سراسری کنونی نشانه‌هایی از اینکه یک تشکل مستقل پرستاران تشکیل بشه دیده میشه؟ کاملا با شما موافقم. در واقع این اعتراضات، این اعتصابات گسترده سراسری که در واقع بیان خواستهای انباشت شده پرستاراست و فقط هم نه پرستارا، در واقع خب تو حوزه پرستاری کیفیت خدماتی که ارائه میشه مردم رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار میده یا به اونها مربوط میشه. در نتیجه سازمان یابی مستقل، تشکل یابی در واقع مستقل و فراگیر و آزاد نظام پرستاری یا در واقع پرستاران اهمیت و جایگاه خاصی پیدا میکنه. من میخوام بگم که به نظر میرسه که واقعا این جرقه ها زده شده، به این معنا که خب میبینیم
پرستارا در واقع اعتراضاتشون به گونه ای هستش که در واقع از چارچوب هایی که حکومت تعیین میکنه یا تلاش میکنه که در واقع تو این حوزه متوقف بکنه این سازمان یابی رو، یا در واقع حتی اون جاهایی که حرکاتی یا در واقع اقداماتی رو صورت میدن پرستارا که تشکل مستقل داشته باشن سرکوب میکنه، نشون میده که این حرکت صورت داره میگیره و پرستارا در واقع به این آگاهن که برای اینکه بتونن در نبردی که در کشاکشی که در کشاکش که در واقع با حاکمیت دارن برای برپایی تشکل‌های مستقل خودشون، مثل بقیه جنبش‌های اجتماعی یا مثل در واقع جنبش کارگری یا فرض بکنیم که بازنشستگان، معلمان، بیکاران، اونها هم در واقع تشکل‌های مستقل خودشونو به وجود بیارن، ضمن این که به حال از اونها حمایت میکنن یا از طرف اونها حمایت میشن، در واقع این تشکل‌های مستقل رو به وجود بیارن. من واقعا باید به صراحت گفت با توجه به وسعت این سطح، این بار این اعتصابات پرستاری در اقصانقاط کشور از جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال، شمال شرقی، مرکز، کرمان، اصفهان، شیراز، مازندران، در واقع خب این بیان این هستش که گرچه نمیتونه دفتر و دستک معینی داشته باشه به خاطر سرکوب های حکومت، نطفه ها و در واقع زمینه های این تشکل مستقل به وجود اومده و میریم که در واقع یا جنبش پرستاری میره که در واقع تشکل مستقل و پایدار خودش رو به وجود بیاره. زمینش هم روشن، واقعا دفاع از مطالبات و خواستهای خود جنبش پرستاری و همچنین در واقع دیگر زحمتکشان کشورمون. خب رفیق جمشید، با توجه به اینکه دور اخیر اعتراضات پرستاران که به صورت سراسری در اومده چند هفته گذشته، برخورد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در این چند هفته که از جنبش پرستاران سپری میشه چگونه بوده به نظر شما؟ ارزیابی شما چیه؟ ببینید، یکی از علل اعتراض پرستاران این بوده که پرستاران برای اینکه مطالباتشون رو دنبال بکنن حق اعتراض و اعتصاب و تحصن نداشتن. به طور کلی در جمهوری اسلامی اعتراض اعتصاب ممنوع در واقع. خب حالا از همون لحظه آغاز این اعتصابات، با توجه به اینکه این اعتصابات مثلا اصلاً یعنی غیر منتظره نیست، ما در همین خرداد ماه امسال، اردیبهشت ماه امسال، زمستون، یعنی در واقع آخر سال 1402 اینجا و اونجا توی استانهای مختلف و حتی تو تهران در واقع اعتصاب و تحصن پرستارا رو داشتیم. از همون لحظه اول در واقع این اعتصابات، با توجه به شرایطی که حکومت درش قرار داره، بحران در واقع فروپاشی اقتصادی، خواستای انباشده جنبش‌های مختلف و مردم و زحمتکشان، حکومت آماده شد برای سرکوب این اعتراضات و در واقع این تظاهرات. خیلی روشن از احضار و احضار در واقع پرستارا به هیئت‌های بررسی تخلفات، عرضم به حضور شما که حراست، مدیریت بیمارستان، نهادهای امنیتی، ما شاهد این هستیم که در واقع چندین پرستار در واقع دستگیر شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی مثلا فرض بکنیم که در مشهد در واقع با گاز اشکاور و باتوم، در واقع باتوم برقی، در واقع با پرستارا در واقع برخورد کردن. خود نهادهای
حکومتی هم در واقع با توجه به عمق قضیه خواستار این شدن که سران قوا بیان مداخله بکنن و برای حل این مسئله، چون اگر اشاره میکنم در واقع به صحبت‌های رئیس شورای عالی پرستاری در واقع که اگر سران قوا مداخله نکنن و مشکلات حل نشه، این میتونه، این اعتصابات میتونه فراگیر باشه و به زعم اونها در واقع یه فتنه جدیدی رو به وجود بیاره. و به همین خاطر در واقع از همون لحظه اول نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی دست به کار شدن که با ترفندهای مختلف، از جمله اینکه به خیلی از پرستارها تلفن زدن در تهران مثلا که آقا وعده وعیدهایی دادن که در اعتصابات شرکت نکنید، نمیدونم ما این کار رو میکنیم، یا حتی خیلی روشن مثلا نامه نمایندگان مجلس رو به رئیس جمهور یا نامه های دیگری که تو این حوزه ها نوشته شده نشون میده که حکومت آماده در واقع سرکوب یا اقدام به سرکوب این در واقع اعتصابات کرده و این روشنه که حکومت چگونه برخورد میکنه. حالا یک رشته در واقع از اون وعده وعیدهایی که داده شده این که خب آره ما معوقات رو پرداخت میکنیم، یه چیزی حدود 7.5 همت 7000 میلیارد تومان در واقع در نظر گرفتن که این معوقات فوری رو پرداخت بکنن. خیلی روشن در واقع حتی همین الان شما روزنامه های کشور رو ورق بزنید میبینید که گفته میشه که این خواستهای در واقع این مطالبات، خواستهای این اعتصابات و پرستاران رو نمیشه در واقع با این فقط پرداخت معوقات در واقع تقلیل داد به اون و اینجوری در واقع سرکوبش کرد. خواستهای پرستاران در واقع به نوعی رو در روی با حکومت رو نشون میده و خواستهای اساسی هستش، از جمله این که در واقع خب مثلا اگر به موضوع قراردادهای یا مناسبات کاری پرستارا و وزارت بهداشت و درمان نگاه بکنیم، خب اینا خواستار اینن که این قراردادها رسمی بشه. اینو نمیشه تقلیل داد به این که خب حالا بیاید معوقات رو ما پرداخت میکنیم، گرچه اونا هم ضروریه، یعنی باید اون معوقات پرداخت بشه، افزایش حقوق صورت بگیره. اینها اون نکاتی که حکومت تلاش میکنه در واقع. خب رفیق جمشید، به نظر شما نشانه هایی از این که دولت به بعضی از مطالبات این پرستاران تن بده و اونا رو به قولی برآورده کنه دیده میشه؟ میگم تو همین اون چیزی که مثلا من دیدم در سطح تقلیل این اعتصابات به این چند خواسته خیلی جزئی، مثلا اگر قرار باشه که دستمزد پرستارا که الان دستمزد پرستار رسمی مثلا بین 12 تا 15 میلیون تومنه، یا یک پرستار مثلا طرحی بیشتر از مثلا یا 5 تا 6 7 میلیون تومنه، اینا اگه بخواد تغییر بکنه حقیقتش، یعنی به نظر من نمیرسه که حکومت تو این حوزه ها بخواد عقب بشینه یا اون وظائفی که به عهده‌اش هست، مثلا فرض بکنیم که بر اساس اصل 29 قانون اساسی خب یه وظائفی رو رو دوش حاکمیت گذاشته، از جمله این که خب در واقع مناسبات کار تغییر بکنه، پرستار در واقع استخدام رسمی بشه. اینها در واقع در ناصیه این حکومت دیده نمیشه، یعنی من ارزیابی ندارم که در واقع بشه این خواست ها رو متحقق کرد. این خارج از توان این حکومت، به خصوص این که خب میگم روشنه که همین حالا کالایی سازی بهداشت و درمان، خصوص سازی اون با شدت دنبال میشه، به خصوص در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی حکومت در واقع اینا به روشنی هرچه بیشتر بر خصوصی سازی اونها تاکید شده. در نتیجه چه از جنبه قانونی و چه از جنبه مثلا برنامه ها و اهداف حکومت،
به نظرم خواستهای اساسی و اصلی پرستارا بعیده که توسط حکومت در واقع برآورده بشه و به همین دلیل هستش که خب پرستارا تلاش میکنن که تشکل مستقل خودشونو داشته باشن و بتونن در واقع حاکمیت رو با این مش عقب برونن، در واقع تحمیل بکنن خواستهای خودشون رو به حکومت. خب رفیق جمشید، با توجه به توضیحاتی هم که دادی، ما جنبش پرستاران رو به طور تقریبا مفصل بررسی کردیم، ولی در روزهای اخیر علاوه بر اعتراضات پرستاران، ما شاهد گسترش بی سابقه جنبش های مطالباتی در بخش های دیگر طبقه کارگر، از جمله بخش نفت و صنعت نفت و همچنین کشاورزان بودیم. شما چه تصویر عمومی از این جنبش مطالباتی در شرایط حاضر را می توانید برای ما ترسیم کنید و از نظر شما علتهای بنیادی این برآمد در شرایط حاضر کدوم هستند؟ سوال مهم. حقیقت اینه که اعتراضات مطالباتی یا خواستهای جنبش‌های مطالباتی در ایران همونگونه که شما گفتید هم متنوع و هم در واقع گسترش پیدا کرده، اعتصابات و اعتراضات کارگرها تو بخش های مختلف، معلم ها، بازنشسته ها، کشاورز ها، واقعا به دلایل مختلف. یعنی کشاورز تولید خودش رو، مثلا فرض بکنیم گندم یا دانه های روغنی رو، چند ماه پیش اوائل سال یا بهار در واقع به دولت واگذار کرده و هنوز مثلا پولش رو دریافت نمیکنه. مجموعه این جنبش های مطالباتی در واقع بیان ناتوانی حکومت هستش. این جنبش ها تلاش میکنن که در واقع حکومت رو به عقب برونن. این خواست های جنبش پرستاری و خواست های جنبش های دیگه، از جمله مثلا جنبش معلمان، کارگران و کشاورزان، بیکاران، در واقع فعالین محیط زیست، هیچ کدوم از اینا در واقع بی ارتباط با همدیگه نیستن. این خواست ها در واقع با همدیگه ارتباط داره و این اعتراضات و این جنبش ها همان گونه که شاهدیم در واقع به نوعی در حوزه های حکومت رو به عقب رونده، به این معنا که مثلا اون سیاست خالص سازی، یک دست سازی هست، سخت قدرت رو به عقب رونده، به اصطلاح با بنبست رو برو کرده. در نتیجه اون چیزی که روشنه اینه که این جنبش های مختلف و از جمله جنبش های پرستاری، شما در شعارهای پرستاران اینو میبینید، در شعارهایی که کارگران میدن، معلم ها میدن، در واقع اینو میبینیم که اتحاد کارگر، معلم، پرستار، کشاورز، در واقع اتحاد، اینو میبینیم واقعا و در عمل هم در واقع پشتیبانی این جنبش های مطالباتی مختلف رو از همدیگه میبینیم و در واقع توانایی و پویایی این جنبش هاست که کمک میکنه از یک سو در واقع دامنه این اعتراضات گسترش پیدا بکنه و پایه خواستهای متنوعی که حکم زندگی هستش و از سوی دیگه در واقع بازویی رو فراهم بکنه که حکومت رو به عقب برونه. قطعا این در واقع چه کارگرا، چه پرستارا، چه معلما، چه فعالین محیط زیست، جوانان، زنان، بیکاران، همه اینو میدونن که تحقق اینها در واقع بلافاصله صورت نمیگیره و در یک نبرد فرسایشی برای پیکار برای نان، پیکار برای آزادی میتونه متحقق بشه و به نظر من جنبش ما به این جنبش های مختلف مطالباتی به اینها آگاه هستن و این اون چیزیه که در واقع یک کابوسیه برای حکومت و تلاش میکنه که در واقع هرچه بیشتر سرکوب بکنه. افق رو در واقع میشه اینجوری تصویر کرد. خب رفیق جمشید، در پایان این بحث‌های این برنامه بهتر یه نگاهی هم بندازیم که وزیر کار کابینه جدید دولت 14 که همون دولت پزشکیان معرفی شده، میدری هستند.
سابقه این شخص تو کارهای اقتصادی و اقتصاد کشور چه بوده و برنامه کار این وزیر که گویا مورد توجه ناظران فضای اقتصادی ایران و همچنین تحلیلگران جنبش کارگری هم قرار گرفته، چه تأثیری بر سرنوشت مطالبات کارگران میتونه داشته باشه برنامه این وزیر کار؟ حقیقت اینه که خب من نمیخوام بگم که مثلا بین وزیر کار جدید آقای احمد میدری و مثلا سعادت مرتضوی هیچ فرقی نیست، حتما تفاوتهایی هست، به خصوص اینه که خب سیاستهایی که در دولت رئیسی دولت 13 در واقع دنبال میشد خب خیلی شاذ و در واقع تهاجمی نسبت به جنبش کارگری، نسبت به مطالبات و خواستهای در واقع طبقه کارگر بود. نمونه هاشو در واقع میشه مثال زد، مثلا فرض بکنیم که به عبارتی باید مثلا اینو کاملا تاکید کرد که ما در دوران پس قانون کار وجود داریم، یعنی قانون کار قانونی وجود نداره، در واقع قانون کار وجود نداره. ما دیدیم که مثلا در دولت رئیسی مثلا سن بازنشستگی افزایش پیدا کرد، مزد دچار چه تغییراتی شد، دستمزد کارگران دچار تغییراتی شد، بیمه های اجتماعی کارگرای ساختمونی مثلا یا اون طرح ساماندهی کارکنان دولت، همه اینها در واقع تعرض و تهاجماتی بود که در واقع توی دولت 13 یا در واقع دولت قبل صورت گرفت. همه اینها هم در واقع تاکیداتشون این بود که فضای کسب و کار رو بهبود ببخشن و عرضم به حضور شما که به نوعی مثلا وانمود میکردن که خب تلاش میکنن که وضعیت بهتری رو برای کارگرها رقم بزنن، ولی واقعیت این بود که خب تعرض همه جانبه و گسترده ای صورت میگیره. حالا با اومدن آقای میدری و پیش زمینه هایی که مثلا از اون وجود داره، موضع گیری های قبلی که کرده، او هم در واقع تقریبا بر همین نکات تاکید میکنه، به این معنا که خب میخوام بگم شما اگه بخواید مثلا همین حداقل دستمزدی رو که بر مبنای قانون کار تعیین میشه اجرا بکنه، یعنی به فرض که آقای میدری بخواد این کار رو بکنه، بازگشت به قانون کار، یعنی اصل 41 قانون کار که مثلا حداقل دستمزد بر مبنای تورم و نیازهای زندگی یک کارگر مثلا با میزان مثلا 3.3 نفر یا حالا اون استانداردی که وزارت کار در تعیین میکنه، خب نیازمند یک به اصطلاح ابزارهایی هستش که اون ابزارها وجود نداره، به این معنا که خب این تشکل‌های حکومتی کارگری که وجود دارن تکلیفشون روشنه، در واقع خب اینا چه وضعی دارن. تشکل‌های مستقل کارگری هم که خب حکومت داره باشون، مثلا از جمله تشکل‌های کارگری که وجود داره حکومت داره سرکوب میکنه در واقع، و خب خود آقای میدری هم مثلا تکیهش در واقع خواستگاهش هم در واقع اونجایی که تقویت شده یا اونایی که بهش رأی دادن در واقع همین بخشن همین تشکل‌های حکومتی کارگری بودن، و خب ایشون این که بخواد مثلا زمینه ای فراهم بشه که یک تشکل مستقل کارگری وارد بشه در این مناسباتی که میخوان تو حوزه های مختلف مثلا تعیین دستمزد، شمول قانون کار، شمول قانون تامین اجتماعی، جلوگیری از حوادث کار، هیچ کدوم از اینا رو در واقع بدون تشکل‌های مستقل کارگری امکان پذیر نیست. و آخرین پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع بیان میکنه که وضعیت کارگرات توی به اصطلاح در حوزه تشکل‌های کارگری تا
تخریب شده به این معنا که کارگران چه در حوزه مثلا محیط کارشون، چه در حوزه بازار کار، چه در حوزه مشارکت در سیاست‌های اشتغال و اقتصاد و این حرفا، خب تخریب شده و عقب رونده شده. در نتیجه همون سیاست‌های ارزانسازی نیروی کار داره دنبال میشه و با توجه به تأکیدات معینی که برنامه هفتم توسعه اقتصادی میکنه، چندان به نظر نمیرسه که احمد میدلی در واقع بتونه اقدامات مثلا عمیقی رو تو این حوزه مناسبات کار به وجود بیاره. ارزیابی روشنی در واقع احمدی‌نژاد شاید بتونه در اجرای سیاست ها و برنامه ها تغییراتی بده با این چشمنداز که شاید با توجه به عقب نشینی هایی که حکومت در حوزه مناسبات خارجی در منطقه و با جهان به خصوص با آمریکا و اروپا داره دنبال میکنه، برداشتن تحریم ها اینا امکاناتی فراهم بشه که بخشی از فرض بر اینه واقعا باید در موردش صحبت کرد، این که اون بخش از طبقه کارگر که تحت شمول قانون کار قرار داره و در واقع این کس خیلی کوچکی از مجموعه طبقه کارگر ایران، من یه این صحبتهایی که ایشون در واقع کرده رو بتونه اجرا بکنه. به خصوص مثلا همین الان اجرای مزد منطقه‌ای بر پایه در واقع افزایش میزان بهره‌وری، یعنی در واقع یک نوع تشدید استثمار، شما بهره‌وری رو افزایش بدی، در واقع تولید رو به صلاح هزینه هاش رو کم بکنی، ساعت کار رو اضافه بکنی و مثلا اینجا بخوایی مقداری به حقوق کارگرها اضافه بکنی، بعید به نظر میرسه و به خصوص که واقعا مناسبات تولیدی در جمهوری اسلامی تغییر کرده، حاکمیت در واقع بر انباشت سرمایه، دفاع از سود و سرمایه رو بر مبنای به صلاح سلب مالکیت از توده ها و به خصوص طبقه کارگر دنبال میکنه. در اینچه افق روشنی رو در وزارت آقای میدلی ارزیابی من اینه نمیبینم. ببینید برای اینکه بهتر درک بکنیم میدلی به صلاح حوزه یا چشمنداز تغییراتش چه حد است، باید اینطوری نگاه بکنیم که میدلی کارگزار جمهوری اسلامیه و در واقع در محدوده این به اصطلاح به عنوان کارگزار و مناسباتی که داره دنبال میشه میتونه تغییراتی به وجود بیاره و در واقع خب با توجه به وضعیت حکومت، فروپاشی اقتصادی و بحران‌های دیگه‌ای که دوچارش حکومت دوچارش هست، افق تغییراتی که میدلی میتونه بده کاملا خب روشن و محدوده. با سپاس از توضیحاتتون رفیق جمشید، به پایان این برنامه افق جنبش کارگری هم رسیدیم. سپاسگزارم که تو این برنامه حضور پیدا کردید. من هم تشکر میکنم، سپاسگزارم که از من دعوت کردید تا با بینندگان عزیز شما هر جای جهان که هستن گفتگو بکنیم. مرسی، سپاسگزارم. دیگری دیگر، بدرود. بله بینندگان عزیز، به پایان این قسمت از افق جنبش کارگری هم رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در گفتگوی این هفته افق جنبش کارگری بیشتر به مسائل جنبش پرستاران پرداختیم. در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری دوباره ما به همین مسائل و مسائل بیشتری از جنبش کارگری خواهیم پرداخت و شما را در جریان چشمانداز جنبش‌های مطالباتی کارگری قرار میدیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما بوده باشید و تا برنامه دیگر، بدرود.